بچه‌ها دارن زحمتشو میکشن موتور بکشن بیرون که در واقع هم بازش کنیم ببینیم که توی این 3-4 سال که کار کرده به چه صورت بوده، هم بفرستیمش بره شستشو داده بشه و آماده بشه برای نصب موتور جدید و توان جدید و اتفاقات جدید. ازش فلش کنید بیا جان فلش فلش بدی چقدر وفا کردیم اونتا با استاندارت های من یا بدون استاندارت های من با استاندارت های خواهیم چهار سال براش کار کرد، یه تختم کار کرد. دلیلش خیلی چیزهای خیلی پارامتر وجود داره. اولا رسیدگی به موقع بود. اگه موتور در آوردیم باز هم درسته روغن سوزی داشت، ولی خب دیگه این آخر سری اتفاق براش افتاد. خیلی رسیدگی میکرد به ماشینش از همه نظر، برای همین که این موتور بهش وفا کرد. یکی از نکاتی که مهمه کلن توی نگهداری انجین موتور مخصوصا ماشین لوازی اون در واقع میشه گفت سرویس های دوره‌ای به موقع است که جواب تمام تلاشمون میکنیم دیگه. ولی خب به نظر من پلانا باید چینده بشه، سرویس های دوره‌ای، سرویس های کامل قطعات مصرفی. یعنی به فکر این نباشه کسی که آقا تو سوار میشه بیاد به فکر میشه یه بار جمع میکنه، نه. ولی بستگی داره از چه متریال استفاده کنیم. من به هر حال تمام لوازم نخرید. آره در واقع میشه که تمام چیزی که میتونه یه موتور رو خوب نگه داره رو خریدیم. آره با مشاوره درست شما. آره ولی انتخابم هورنت بوده بیشتر. اصلا ببین انتخابم هورنت بوده چون نتیجه گرفتم واقعا. و اینکه ان شاء الله حالا پروژه جدید با اوکیانوس و گل ایشون تا اینکه حالا این استارتش دیگه این استارتش ببینیم جلو ببینیم چی اتفاق خیلی قضیه خیلی جذاب‌تر میشه. من بخوام بدونم این تو چه خبره. توش مازه ماما. آره ایشالله با مدرسه بازش میکنیم حتما توش هم ببینیم چه خبره. این پروژه هم دنبال کنید مثل بقیه پروژه ها، مطمئن باشید جذابیت خودشو داره. ممنونم، دست شما درد. این ماشینی که موتورش رو کشیدیم بیرون دیدیم محفظه موتور و جایی که موتور قرار میگیره خیلی کثیفه. تصمیم گرفتیم تمیزش کنیم و اون چیزی که میخوایم و باب میلمون هست در بیاد تا موتور جدید با توان جدید به این اتاق اضافه بشه.
خوب ایشون اگه تخلیه روغنه داریم اندازه‌گیری میکنیم که تو بهتر حالات خودش قرار بگیره برای تخلیه روغنه که پشت کارسیجی تو رو قرار میگیره که راحت تخلیه بشه و یه موقعی دود اضافه قضایی بیرون نیاد. باکسمون نصب کردیم، بعد از شلنگوی سیلیکونی استفاده میکنیم تو سایزهای مختلف، اونم به خاطر اینکه فشار بار منیپولی که توش ایجاد میشه یه دست باشه. شلنگ جدا کشیده شده برای وکیوم، برای کامپیوتر صندلون جدا کشیده میشه، برای ماتمترون جدا کشیده میشه، اینا همه باید جدا باشه. حالا خیلی این کار رو نمی کنن چون ما همین شلنگ ها از متری 400 تن هست تا متری هول و هوش یه تومن، بستگی به سایزش داره. میتونید از شلنگ‌های معمولی مثل این استفاده کنید که قیمتش تقریبا 23 دلار بیشتر نیست. یکی از دلایلی که پروژه ما یه مقدار قیمتشون بالا پایین میسته، دلیلش هم همین مسئله‌ای که الان داریم می‌بینید. یه موتور اگر بخواد خوب جمع بشه باید هزینه کنید، نه یادتون نه. کل وقتی که ما یک ماشین رو به عنوان پروژه برمیداریم و اینکه پروژه هامو شبیه هم نشه، برای هر پلان و کاری که میخوام انجام بدیم یه طراحی انجام میدیم.
الان در حال حاضر با تمتران در AEM داره من این ماشین توربو نصب میکنه. متاسفانه پایه نداره و جای خاصی نداره این ماشین تو صندوق عقبش که داریم براش طراحی انجام میدیم که به بهترین نحو ممکن در جای مناسب نصب بشه. اون طراحی که توی کامپیوتر انجام دادیم نتیجه شد این چیزی که الان میبینید. بعد از طراحی دادیم برامون برش لیزر انجام دادن، خمکاری ها شد، رنگ شد و الان آماده نصبه که هم مخزن هم پمپ واتر متانول روش نصب بشه در یه جای مناسب که هیچ مشکلی براش پیش نیاد. این پایه هم آماده شد برای نصب کیت واتر متانول. ماشین دارم جمع میکنم توش نونه. نون بربره. از اونجایی که ما هیچ پروژه‌ای رو دوست ندیم شبیه پروژه قبلی در بیاد، روی هر ماشینی که می‌خوام کار کنیم سعی می‌کنیم یه ایده جدید رو پیاده سازی کنیم. برای این ماشین 400 اسبی‌مون هم که برای آقای مهدی زمانی هست سعی کردیم یک جای گیج مناسب طراحی کنیم برای گیج‌هایی که قرار براش نصب بشه تا یکی شکیل و خوشگل در بیاد و خود آقا مهدی لذتش رو ببره موقعی که داره رانندگی می‌کنه. حالا بریم ببینیم که چه چیزایی براش طراحی کنیم.